سلام یوتیوب، مرسی که این ویدیو رو تماشا میکنید. من برگشتم با پارت دو ویدیو هفته پیش که در مورد کیفیت مطلوب برای ویدیوهامون توی یوتیوب بودش. این هفته قراره هم یه ادیتی از ویدیوها داشته باشیم، همین که ببینیم که چه سخت افزار لازمی جدایی از دوربین و نور و صدا بعد داشته باشیم واسه ادیت ویدیوهامون، چه سخت افزاری احتیاج داریم و یه جورایی یکی از اصلی ترین ملزومات یوتیوب رو، در واقع ویدیو ساختن روی یوتیوب رو بررسی بکنیم. من مسعود هستم، از این دست ویدیوها میسازم، ویدیوهای اینجوری. پس اگر از این دست ویدیو خوشتون میاد فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید، حتما زنگوله کنارش رو بزنید. حالا که تا اونجا رفتید و زنگوله رو زدید و موتورم زیر پاتونه، فراموش نکنید که کامنت بذارید که چنل رو سابسکرایب کردید. حالا بریم سراغ این که ببینیم اون اصلی ترین ملزوماتی که باید داشته باشیم چه چیزیه و چرا اینقدر اهمیت داره. همونطور که الان تایتلش اومد و رفت، لپتاپ یکی از اصلی ترین ملزوماتیه که اگر میخواید روی پلتفرم یوتیوب کار بکنید حتما باید داشته باشیدش و نمیتونید از کنارش بگذرید. یعنی من اصلا توصیه نمیکنم که ویدیوهاتون رو با موبایل یا با تبلت ادیت بکنید، به خاطر اینکه اولا نرم افزارهای ویندوزی بسیار بسیار حرفه‌ای تر و قدرتمندتر هستن و دست شما رو خیلی باز میذارن. و یه اشاره ای هم بکنم که این نرم افزارها و یه سری از مواردی که توی ویدیو هفته قبل گفتم که الان لینکش این بالا میتونید برید ببینید، اینا همشون با هم همون مجموعه ای از مهارت هایی هستن که برای ساختن فیلم توی یوتیوب باید این مهارت ها رو کسب بکنید. بنابراین تک تک اینها رو باید یاد بگیرید و جدی بگیرید. حالا این نرم افزارها هم که شما به واسطه یه ویندوز در واقع اجراشون میکنید و اون ویندوز نیاز به یه لپتاپ داره، همشون جز ملزومات و سخت افزارها و نرم افزارهایی هست که توی این ویدیو میخوام بهشون اشاره بکنم. اینکه چرا تاکیدم روی لپتاپه یا تاکیدم روی پی سیه، به خاطر اینکه وقتی که کار حرفه‌ای میشه، مداوم میشه، استمرار پیدا میکنه و شما ساعتهای زیادی صرفه میکنید که ویدیوتون رو ادیت بکنید، بنابراین خیلی اذیت میشید که حالا روی دونه موبایل 5 اینچی یا حتی 6 اینچی بخواید جزئیات رو در واقع تنظیم بکنید. ضمن اینکه نرم افزارهای روی موبایل اصلا به شما انقدر ابتکار عمل نمیدن که شما بتونید در واقع خیلی کارهای خفنی روی ویدیوتون انجام بدید، و اگر هم انجام بدید یه سری تمپلیت آماده است که شما روی ویدیوتون ادیت میکنید، اضافه میکنید. به خاطر همین اصلا توصیه نمیشه که اصلا از پلتفرم اندرویدی برای ادیت ویدیو استفاده کرد. ضمن اینکه خیلی از نرم افزارهای قدرتمند برای پلتفرم اندروید نرم افزار نساختن، مثلا مثل ادوبی پریمیر که شما کار کات و کراپ ویدیوهاتون رو انجام میدید و یه سری افکت اضافه میکنید، یا مثلا ادوبی افتر افکت که شما باش یه سری انیمیشن میسازید برای ویدیوهاتون استفاده میکنید، یا مثلا ادوبی آدیشن که صدای ویدیوتون رو تنظیم و تقویت میکنید برای ویدیوتون. به خاطر همین شما نمیتونید پی سی رو کنار بذارید و یکی از اصلی ترین الزاماتیه که حتما باید رعایت بکنید. حالا هم میخوام نرم افزارهایی که استفاده میکنید رو بهتون معرفی کنم و بگم که من چجوری ویدیوام رو ادیت میکنم، و اینکه ببینید که اگر کمترین امکانات روی لپتاپتون رو داشته باشید چجوری میتونید ویدیوتون رو ادیت کنید و اصلا اون کمترین امکانات چیا هستش. من یه ویدیو قبلا ساختم، لینکش رو این بالا گذاشتم، یه اشاره هایی کردم که چه لپتاپ های مناسب برای کار یوتیوب هستن و کلا فیلم سازی. یه موضوعی که توش خیلی اهمیت داره کارت گرافیکه. کارت گرافیک نباید کمتر از، حالا الان که سال 2021 شدیم و یا حتی تو خود 2020،
شما دیگه نمیتونه کارت گرافیکتون کمتر از 2 گیگ باشه. این دیگه مینیمم کارت گرافیکیه که من دارم معرفی میکنم. سری AMD رو خیلی نمیشناسم، برای همین اصلا در موردش صحبت نمیکنم. ولی توی انویدیا سری MX وجود داره. میتونید مثلا یه کارت گرافیک MX 110 130 230 از این سری کارت گرافیک ها، حتی 250 و 150 MX استفاده بکنید که معمولا 2 گیگ دارن، در برخی از موارد 4 گیگ هم دارن، اصلا مناسب برای کار مثلا رندرهای خیلی سنگین نیست، ولی کارتون رو توی پریمیر را میندازه، یا مثلا برای گیمینگ مناسب نیستش، نمیتونید انتظار زیادی ازش داشته باشید، ولی میگم کارتون رو روی در واقع ادیت ویدیو برای یوتیوب کاملا هندل میکنه و هیچ مشکلی نخواهید داشت. بنابراین واسه بار آخر تاکید میکنم که لپتاپ یا پی سی جز جدایی ناپذیر از کار ادیت فیلم روی یوتیوب هستش. حالا بریم پای سیستم تا بهتون نشون بدم که من ویدیوامو چجوری ادیت میکنم و چجوری با حداقل نرم افزارا میتونید ویدیوتون رو ادیت کنید. البته نه، نمیریم پای سیستم، سیستم رو میاریم پای کار. اینجوری بهتر شد. بریم سراغ اون نرم افزارهایی که باید بهتون معرفی بکنم. یکی از اون نرم افزارهایی که باید بهتون معرفی بکنم OBS هستش. گاهن برای شما پیش میادش که بخواید از تصویر مانیتورتون فیلم بگیرید، حالا مثلا یه آموزشی دارید میدید، یه نرم افزاری دارید آموزش میدید، یا یه گیمی دارید بازی میکنید که باید از صفحه مانیتورتون فیلم بگیرید و هیچ نرم افزاری در حال حاضر به صورت فری به قدرتمندی OBS وجود نداره. به خاطر همین من خودم هم توی آموزش هم از OBS استفاده میکنم که الان OBS رو ران بکنم. خب این از OBS. استارت ریکوردینگ رو بزنم. حالا شما میتونید ببینید که من دارم مانیتورم رو کپچر میکنم. این نرم افزار OBS هستش، همونجوری که محیطش رو میبینید میتونید نصب بکنید، تنظیماتش رو انجام بدید و ازش استفاده بکنید. من معمولا برای اینکه از تصویر مانیتورم فیلم برداری بکنم حتما از OBS استفاده میکنم. اما بریم سراغ ادیت ویدیو. من معمولا برای اینکه ویدیوامو ادیت بکنم، ویدیویی که ضبط کردم رو کپی میکنم روی لپتاپم و اون ویدیو رو که با فرمت MP4 هستش رو توی ادوبی پریمیر بازش میکنم. حالا من منتظرم که پریمیرم باز بشه. شما با ادوبی پریمیر میتونید ویدیوهاتون رو کات و کراپ بزنید و اون قسمت هایی، خب قطعا یه جاهایی ویدیو هستش که شما نمیخواید پخشش کنید، اون قسمت ها رو میبرید و میذارید کنار. آموزش ادوبی پریمیر هم توی یوتیوب الا ماشاءالله وجود داره، میتونید برید سرچ بکنید و استفاده بکنید و مهارت کسب بکنید که چجوری میتونید این کار رو انجام بدید. من الان روی ادوبی پریمیر هستم. کاری که انجام میدم اینه که اول یه دونه، معمولا یه دونه نیو پروژکت به اسم اون ویدیویی که میخوام ادیتش بکنم میسازم. به عنوان مثال، فقط به عنوان مثال، این ویدیو رو اسمشو میذارم پارت 2. اسمشو میذارم پارت 2 و پروژهش رو کریت میکنم. خب حالا که پروژهش کریت شد و اومد بالا، کاری که انجام میدم اینه که اون پروژه رو توش ایمپورت میکنم. حالا من میرم یه دونه از ویدیوهایی که دارم رو اینجا باز میکنم. ببخشید. خب حالا میام این پروژه رو باز میکنم. عطسه کردم، ریسیت شدم، نفهمیدم مثلا کجا بودم. یکی از این ویدیوهایی که ضبط کردم مثلا به عنوان مثال اینجا اینجا یه سری فوتیج من ضبط کردم که ما اصطلاحا بهشون میگیم فوتیج.
البته چرا رفتم توی اوپن پروژکت، همین جایی که هستم تو قسمت مدیا براز عطسه کردم ریسیت شدم. خب من میام تو این قسمت ایمپورت مدیا تو استارت، یه فوتیج، منظورم از فوتیج اینه که ویدیویی که ضبط کردیم، یه فوتیج رو برمیدارم و ایمپورتش میکنم. اول به عنوان مثال مثلا این فوتیج رو نمیدونم چیه، وقتی که روش دبل کلیک میکنم توی این پنجره سورس ویو به هم نمایشش میده. اولین کاری که من میکنم این که این ویدیو رو میام میندازم توی میندازم تو قسمت تایملاین و در ابتدا این صدا رو از تصویر آن لینک میکنم، یعنی دیگه حالا تصویرم جداه صدام جداه. اگر آن لینکشون نکنم و این دوتا با هم لینک باشن، الان لینکن، وقتی تکونشون میدم با هم تکون میخورن و کاملا صدا و تصویر به هم چسبیدن، ولی وقتی که روش رایت کلیک میکنم و آن لینک رو میزنم از هم جدا میشن. حالا این صدای آن لینک شده رو برای اینکه تقویتش بکنم میبرمش توی نرم افزار ادوبی آدیشن. ولی چجوری این کار رو انجام میدم؟ اینجوری این کار رو انجام میدم که روش یه دونه رایت کلیک میکنم و ادیت کلیپ این ادوبی آدیشن میزنم. این گزینه برای صدا وقتی رایت کلیک میکنید فعال هستش و این گزینه هم زمانی میاد که شما ادوبی آدیشن رو نصب کرده باشید. اگر ادوبی آدیشن رو نصب نکرده باشید این گزینه برای شما نمیادش. پس من ادیتین ادوبی آدیشن رو میزنم و میره از این صدا یه رندر میگیره واسه من، میبره توی ادوبی آدیشن و من باید صبر کنم که این رندر تمام بشه و ببرتش توی ادوبی آدیشن قرارش بده. همونجور که میبینید ادوبی آدیشن رو باز کرد و الان این اون وایس اون ویدیو رو واسه من اینجا ایمپورت میکنه. حالا من میتونم روی وایسم یک سری در واقع تنظیمات انجام بدم، اینکه چجوری صدام رو توی ادوبی آدیشن تقویت کنم و دوباره برگردونمش توی ادوبی پریمیر، ولی این کار رو هم به خاطر که این ویدیو کوتاه بشه انجام نمیدم. فقط این کار رو انجام دادم که بهتون بگم که وقتی دارید از پلتفرم ویندوز و لپتاپ استفاده میکنید توی ادیت ویدیو و تقویت صدا و تنظیم صدا چقدر دستتون بازه. شما میتونید نرم افزارهای مختلف رو نصب بکنید و از داخلشون به همدیگه اکسپورت کنید یا ایمپورت بکنید و اینکه خب شما به واسطه اینکه ویندوز دارید میتونید مثلا فتوشاپ نصب بکنید، تامنیل ویدیوهاتون رو بسازید، میتونید یه سری گرافیک با مثلا افتر افکت درست بکنید که الان من میتونم اون ویدیو رو اون انیمیشن ها رو بهتون نشون بدم. اگه دقت کرده باشید اول و آخر ویدیوهای من معمولا یه انیمیشن سابسکرایب میاد که من این انیمیشن رو خودم توی افتر افکت درست کردم. به خاطر همین میتونم الان اینجا موشن هاش رو بیارم، مثلا اینه، و این موشن رو بیارم درگ کنم اینجا توی ویدیو و
همون جور که میبینید الان این گرافیکیه که در واقع این گوشه اومده و توی همه چیز ویدیو میتونم کار بکنم. به خاطر همین گفتم که توی پارت دو هم بهتون نشون بدم که من چه جوری ویدیو هم ادیت میکنم، همین که بهتون نشون بدم که شما واقعا به یه نرم افزار و نرم افزار به یه سخت افزار مثل لپتاپ و نرم افزارهای داخلش خیلی احتیاج دارید برای تولید محتوا روی یوتیوب. شاید برای تولید محتوا روی پلتفرم های دیگه انقدر جدیت به خرج ندید، چون اصلا فضای جدی نیستن که شما بخواید انقدر توش جدی باشید و مثلا کارهای سنگین بسازید یا آموزش‌های سنگین بسازید. و مورد بعدی که وجود داره، به عنوان مثال وقتی که من همین تصویری که الان میبینید و من دارم ادیتش میکنم، خب جزئیات زیاد و منوهای زیادی الان توی پریمیر وجود داره. بعد این جزئیات زیاد رو شما فکر کن که مثلا ضبط کردی، بعد بخوای ببری توی موبایل ادیتش بکنی، ببین چقدر روی تصویر موبایل اینا ریز میشه و شما به سختی میتونی ادیتشون بکنی. مثلا باید قید یه سری از ادیتای سنگین مثل کالر کردن ویدیو اینطور داستانا رو بزنید. به خاطر همین من برای بار چندم تاکید میکنم که شما بیش از یک دوربین، بیش از یک نور خوب، بیش از یک صدای خوب به یک لپتاپ مناسب احتیاج دارید که بتونید ویدیوهاتون رو آماده کنید برای آپلود کردن روی یوتیوب. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. این پارت دو هم کلن اینجا به پایان رسید. مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید. لطفا فراموش نکنید که چنل من رو سابسکرایب بکنید، زنگوله کنارش رو هم بزنید و بازم تاکید میکنم که اگر چنل من رو سابسکرایب کردید لطفا کامنت بذارید که چنل رو سابسکرایب کردید و لطفا فراموش نکنید که کامنت بذارید که چنل رو سابسکرایب کردید. تا ویدیو بعدی، بدرود.